خدای خودت کمک کن. ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که این دوری پایان میپذیرد و پیام شما به زودی از جانب ایشان سیت میشود. آه خوشحالی. سلام آقای دکتر. سلام صاحب، چطوری؟ آقای تو بله. ببین چیه، چی شده؟ آقای تو آخه من عاشق شدم. نه برای ازدواج دیگه ایشون. بله بله آقای تو، یعنی من که به ازدواج فکر می‌کنم، یعنی من که اصلا اسم بچه‌هامون هم انتخاب کردم، ولی اون نمی‌دونم، اون فکر کنم هنوز وقت نکرده عاشق من بشه. خب به نظر من اول به خانواده‌ت بگو. نه آقای دکتر، نمیتونم بهشون بگم که آخه من چه، من اولین بار تو بچگی عاشق وحید شدم، بعد دیگه همش براش نامه می‌نوشتم، صبح براش لقمه نون پنیر درست می‌کردم، بعد انقدر گاو بود می‌رفت لقمه رو تو مدرسه می‌فروخت، بعد الکی مثلا توپمو می‌انداختم تو حیاطشون، می‌رفتم گفتم ببخشید دستم خورد حواسم نبود و اینا، بعد بابام فهمید کلی دعوام کرد، قاطی کرد، گفتش که عشق عاشقی گناه، خدا ناراحت میشه، دختر که اصلا نه بابا پسر حرف بزنه، همین من و مادرت تا روز عروسی اصلا همدیگر ندیدیم، دو کلمه با هم دیگه حرف نزدیم. بعد آقای تو من انقدر ترسیده بودم که حتی دیگه با داداش سویل هم حرف نمیزدم، حتی با عمو قناد قلقلی اومده بودم مدرسه‌مون، بعد من تو مسابقه ماسخوری اول شدم، هر چه عمو قناد گفتش که خودتو معرفی کن، من معرفی نکردم که، به همونجا عمو قناد به قلقلی گفتش که وای قلقلی نکن خانم، من مثل شما نمیتونه حرف بزنه. آقای دکتر قلقلی لپاش سر شد، یه جوری نگام کرد انگار که مثلا داشت میگفت چه تفاهمی و اینا، و من دیگه همونجا عاشق قلقلی شدم. بعد آقای تو من دیگه بعد کار دستی درست میگم، میفرستم شبکه، مثلا با کارت عروسیمو درست کردم، نوشتم که از صدای سخن عشق ندیدم خوش در مراسم عروسی اسماء و قلقلی به صرف شیرینی و شام تا پاسی از شب، که بابام قاطی کرد، گفت من نگفتم با پسر حرف بزن، گفتم بابا به خدا این نمیتونه حرف بزنه، گناهم نمیشه، گفت خب چرا فامیلی نداره اسماء، حتما بی اسم نسب اسماء، پسری که تو مسابقه ماسخوری پیدا کنه تو همون مسابقه ماسخوری هم ولد میکنه. آیا اینو بابام در مورد همه مکانا میگه، مثلا با یه آقای من تو صف تکه نونوایی آشنا شده بودم، بعدم گفتش که این تو همون صف تکه نونوایی ولد میکنه، البته خدای دمش کرد تو صف چند تایی ولم کرد. بعد گفت تو قلقلی هم هیچ کدوم از نقاشی های من نشون نداد، بعد دوستان هم میگفتن بابا بی خیال چه اون دوستت نداره، بعد من هم میگفتم که خب آخه آدم چه جوری به دلش پی که اشتباه شده. بعد از اون دیگه من خیلی آقای دکتر افسرده شده بودم که یهو کارتون فوتبالی سار نشون دادم، وای آقای دکتر من یه دل نصده عاشق عموی سوباسا شدم، چقدر این مرد جذاب بود، عینک افتاده میزد تحریش داشت خیلی قشنگ بود، هی دوستان میگفتن که بابا اون تو خیلی بزرگتر پس تو زندگی مشکل برمیخورید، ولی من اصلا توجه نمیکردم آقای دکتر. اتفاقا سهیل هم همون موقع عاشق مامان سوباسا شده بود، ولی سریع فهمید که این داره با عمو تیک تاک میزنه، سریع بی خیال شد، گفتم خب چی دیدی به منم بگو، گفت من هم جنس خودم ببینم میفهمم کی داره چی کار میکنه، که دیگه من همین چند سال پیشه تازه کارتون فوتبالی سار بدون سانسورشو دیدم، بعدی فهمیدم اونا راست میگفتن آقای دکتر، من که نمیبخشمش آقای دکتر، خدا ازش نگذره، خیلی بد منو بازی دادش با اون صورت تیغ تیغیش ایکپیری با اون عینک مسخرهش. بعد دیگه آقای دکتر من اصلا هر چی پسر بود بعد اومد، حالا سویل از همون اول عاشق سندی پیتی بودا، یهو سریال در پنتو شروع شد عاشق لیا زنگنه شد، گفتم بابا نکن این کارو، خب سندی پیتی میفهمه ناراحت میشه، اونم دل داره، گفت اون خارجیه، اون اصلا قرار نیست سریال ایرانی رو ببینه، گفتم آقا جان خب برو اول با اون یکی کات کن بعد بیا عاشق این یکی بشو، که دیگه قاطی کرد، گفتش که بابا جان ما مردا قانون اجازه داریم که همزمان عاشق چند نفر بشیم، تو نمیخواد تو روابط من دخالت بکنی. البته آقا تو اون موقع من عزادار بودم، خیلی حال نشم باهاش بحث بکنم، این پسره بودش همکار سمیر تو هشدار برای کبری یا زهای تو، من دو فصل عاشقش بودم و فصل سوم توی که ماموریتا مرد، حالا سر اون دو فصل بابام گیر داده بود که اسما اگه میخواد با تو ازدواج کنه بعد اون قضیه رو حل بکنه، گفتم بابا این فکر نکنم قبول بکنه اون موردو، گفتش بگو حالا میخوای چیکار، که دیگه بدبخت کلا مردش، البته میگم تو فصل 4 دوباره زندهش کرده بودم، ولی دیگه آقای دکتر من اون موقع رفته بودم دانشگاه عاشق استاد دانشگاهم شده بودم، وای آقای دکتر مثل عموی سوباسا عینک افتاده میزد تحریش داشت، فکر کنم آقای تو اونم منو دوست داشت، آقا هر وقت خواست درس توضیح بده چشای من نگاه میکرد، البته اون یکی دوستم حسود بود میگفتش که به منم نگاه میکنه، ولی فرق نداره که به هر حال در نهایت همه دوراشو میزد دوباره برمیگشت چشای من. بعد آقای دکتر منم خیلی حساس شده بودم که نکنه به بقیه نگاه بکنه، هی الکی تو کلاس پشه میگشتم که حواسش پرت من بشه، اونم میگفتش که وای اسمو خیلی خوب پشه میکشه، فکر کنید آقای دکتر به من میگفت اسما، همه رو به فامیل صدا میکرد ولی به من میگفت اسما، خب اینا یعنی چی؟ تازه اسمش هم آقای دکتر اسخر بود، اسخر و اسما اسمش جفتمون با اس شروع میشد، خب دیگه همه تفاهم دیگه آقای دکتر. بعد از متولد شهریورم بود، منم طالبینیشو خوندم، نوشته بود که تنها کسی که میتونه مرد متولد شهریور خوشبخت کنه کیه؟ زن متولد آذر. دیگه اش با جعبشینی اومد سر کلاس، گفتش که اصلا بلنش اون جعبشینی رو دور بده، منم قند تو دلم آب شد، دویدم گفتم وای استاد تو میخوای شیرینی، شیرینی چرا، که گفت ازدواج کردم، قاطی کردم آقای دکتر، گفتم من هماره کلاسم خودت دور بده، هی اسما اسما راه انداختی خانم علوی، بعد این ناراحت شدم زدم زیر گریه رفتم بیرون، رفتم نشستم آقای دکتر کلی گریه کردم، بعد بگی کیو دیدم، وحید تو دانشگاه ما درس میخوند، بله آقای دکتر کلی بابت گذشته ازم عذرخواهی کردش، بعدش گیر داده بودش که اسما اون توتیه بود، اونو هنوز داریم، اون خیلی بزرگ شده، ببین ببینیمش، ول سریال ترکی شد، رفتی؟ آقای دکتر اینا رو دیگه شما پولی بده، من جلسه بعدی برات تعریف میکنم.